با بهترین درودها، صفحه 1 و 20 دقیقه با صفحات برگزیده مطبوعات امروز ایران در ایران فردا. نخست مروری بر سرفصل اهم عناوین و مطالب. باز بازتاب اظهارات علی خامنه ای، این بار در حمله به فرهنگ و دانشگاه و موسیقی و گاردگیری کم نظیرش علیه کنش های نیمه جان کابینه روحانی و نهیب پرمهیبش بر دولت. بابک زنجانی و عنوان مرد هزار چهره نفتی از سوی روزنامه های تهران در شرح وصف رفتارهای عجیب و غریب این مافیای نفتی مکتب محمود احمدی نژاد، جلوه و جان جدید در جناح‌های سیاسی ایران با افزایش رقابت‌های سیاسی پیشا انتخاباتی اصلاح طلبان و اصولگرایان با یارگیری‌های سیاسی، فراز و فرود روابط ایران و عربستان با اظهارات گرایه‌آمیز علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران علیه این کشور عرب منطقه، همینطور لغو ضیافت ناهار حسن روحانی در فرانسه به علت تعیین تکلیف غیرقانونی تیم تشریفات نظام فقها برای کاخ الیزه فرانسه جهت صرف نکردن شراب، به آتش کشیدن دفتر یکی از فقهای منتقد حاکمیت در نجف آباد اصفهان در سلسله خشونت‌ها و اعمال فشارها علیه منتقدین داخلی ولایت فقیه، و بالاخره درخواست نهاد حقوق بشر سازمان ملل از ایران برای پایان دادن ارعاب و تهدیدش علیه روزنامه‌نگاران این کشور و موج بی‌وقفه جدال دیجیتالی در جهان مجازی ایران با فیلترینگ مجدد تلگرام، سرفصل اهم مطالب و موضوعات برگزیده امشب پنجشنبه 21 آبان ماه ایرانی است که در طول 20 دقیقه پیش روی از تلویزیون ایران فردا به آگاهی شما بینندگان عزیز خواهد رسید. همینک و در بخش آغازین برنامه میگشاییم با تازه ترین خبرها و نظرها از ایران، منطقه و جهان. جنجال فقهی بر سر جام شراب، اصل ضیافت حسن روحانی را توسط اولاند فرانسوی منتفی کرد. مهمانی که آداب مهمانی ندانست و برای میزبانش تعیین تکلیف کرده بود. ضیافت نهار فرانسوا اولان، رئیس جمهور فرانسه، برای همتای ایرانیش حسن روحانی که قرار بود در کاخ الیزه پاریس برگزار شود، به سبب مخالفت هیئت ایرانی با سرو شراب عملا لغو شد. خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران ایرنا به نقل از رادیو RTL گزارش داد که هیئت ایرانی از کاخ الیزه خواسته است در ضیافت نهار دو رئیس جمهوری شراب سرو نشود. این درخواست مقام های ایران از سوی فرانسه رد شد، چرا که به گفته آنها برای احترام به سنت های جمهوری فرانسه در ضیافت های رسمی کاخ الیزه شراب سرو نشود. کاخ الیزه برای رفع این مشکل حتی پیشنهاد برگزاری صبحانه با حضور حسن روحانی و فرانسوا اولان و همراهانش را داده که بر پایه گزارش های منتشر از سوی تهران این پیشنهاد رد شده است. قرار است حسن روحانی روز دوشنبه آینده در سفر دو روزه اش به فرانسه با مقام های سیاسی و اقتصادی این کشور دیدار و گفتگو کند. و اما در این خصوص هیچ یک از روزنامه های اصلی کشور اشاره به موضوع نکردند، نه در ستون های خبری و نه در ستون های سرمقالات، که گویی از مخاطب و شهروندان ایرانی شرم می کنند که بگویند به صرف سرو شراب از سوی میزبان، مهمان نیز بر سر سفره نمی نشیند و از انتقادهای نسل نوی ایرانی احتمالاً بیمناکند. ادامه می دهیم با خبرهای کوتاهی دیگر که آن هم از سوی روزنامه ها اشاره وسیع نشد. انتقاد سازمان ملل از روند بی سابقه فشار علیه روزنامه‌نگاران ایرانی. در این راستا کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد دیروز چهارشنبه از ایران خواستند تا به دستگیری، ارعاب و بازجویی از روزنامه‌نگاران و سایر فعالان مدنی پایان داده و پیش از انتخابات مجلس راه را برای بحث آزاد فراهم کنند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این کارشناسان در بیانیه‌ای از ایران درخواست کردند تا همه روزنامه‌نگاران از جمله جیسون رضاییان خبرنگار واشنگتن پست در تهران را آزاد کنند.
بر پایه این بیانیه روزنامه نگارانی که به دلیل فعالیت مسالمت‌آمیزشان که مبتنی بر حقوق اساسی است خودسرانه و غیرقانونی بازداشت شده اند. خبر کوتاه دیگری از ایران از نجف آباد اصفهان. گزارش شد که دفتر آیت الله صانعی یکی از فقهای مقهور ولی فقیه در این شهر به آتش کشیده شد. بنابر سامانه خبری تحلیلی باستاب نیمه شب گذشته تعدادی افراد ناشناس با حمله به دفتر آیت الله یوسف صانعی در نجف آباد ضمن به آتش کشیدن بخشی از ساختمان دفتر خواستار تعطیلی آن شده بودند. بر اساس این گزارش ها از چند ماه گذشته گویا کارکنان دفتر این مرجع تقلید شیعه منتقد حاکمیت بارها از طرف برخی افراد تندرو تهدید شده بودند. بر اساس عکس های منتشر شده در این سامانه خبری تحلیلی حمله کنندگان بر روی دیوارهای این دفتر شعار مرگ بر منافق نوشتند. این سایت اشاره بیشتری به هویت حمله کنندگان به این دفتر نکرده است. در سوی دیگر ماجرا سایت کلمه نزدیک به میر حسین موسوی نیز از حمله کنندگان به عنوان نقابداران ناشناس نام برده است. دفتر و خانه صانعی در شهر قم پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 بارها از سوی نیروهای منتسب به هواداری از آیت الله خامنه ای رهبری جمهوری اسلامی نیز به دفعات مورد حمله فیزیکی قرار گرفته بود. و اما از حمله در جهان فیزیکی به تهاجم در جهان دیجیتال از سوی سپاه و ارتش سایبری علیه شهروندان ایرانی خبرهایی میرسد. سازمان اطلاعات سپاه گیلان از بازداشت چند تن از فعالان عرصه مجازی به اتهام تحریک آذری زبانهای گیلان و فراخوان آنها به آشوب و اختشاش خبر داد. مسئول سایبری سپاه قدس استان گیلان که نامش اعلام نشد به خبرگزاری تسنیم گفت این افراد در یک عملیات منظم هماهنگ و مقتدرانه بازداشت شدند. سایت محلی 8 دی نیوز در این رابطه خبر داد سپاه استان گیلان ضمن ناکام گذاشتن شبکه‌های قومیت‌گرای معاند که در تدارک آشوب و ناآرامی در شهرستان‌های آذری زبان استان بودند با عوامل این جریان برخورد کردند. کماکان بیننده برنامه شامگاهی صفحه یک هستید. همینک با کاوش و جستاری و روزنامه ها در این راستا روزنامه کارون در راستای تعطیلی رسانه‌های سایبری تیتر اصلی شماره امروز رو به تلگرام اختصاص داد که گویا سرنوشتش دوباره به دست تیغ فیلترینگ افتاده است. کارون نوشت تلگرام فیلترش باز هم در دستور کار قرار گرفت و اشاره کرد که کمیته مصادیق جرائم اینترنتی اعلام کرد که 95% از کانال‌های غیر اخلاقی این شبکه اجتماعی باز است. این در حالی است که روزنامه کیهان، روزنامه تحت امر رهبری ایران، امروز رسما در آگهی صفحه نخست خود آدرس روزنامه رو در کانال تلگرام منتشر کرد و خود رو در تلگرام جای داد و از خوانندگان خواست که کیهان رو در تلگرام فالو کنند. سیاست های یک وام و دو هوای حاکم در عرصه تصمیم سازی های جمهوری اسلامی ایران. خبرها، نظرها، موضوعات رو ادامه می دهیم با سایر مطالب برگزیده. سوریه، بشار اسد و کنفرانس وین کماکان از جمله رویدادهایی است که بر صدر برخی از رسانه ها جای دارد. تا جایی که در تازه ترین گزارش های دریافتی حسن روحانی رئیس جمهوری در گفتگو با یک شبکه تلویزیونی فرانسوی بدون ذکر نام بشار اسد و با لحنی دیپلماتیک گفت که راه حل سوریه تشکیل یک دولت قدرتمند است و نه فقط تمرکز بر آینده یک شخص، که در واقع نشانی دیگر از احتمال انعطاف مسئولین جمهوری اسلامی بر تمکین به خواست اجماع جهانی مبنی بر ضرورت حذف اسد برای راه حل سوریه می باشد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران 20 آبان ماه در گفتگویی که با شبکه 2 فرانسه انجام داد گفت مسئله اشخاص در میان نیست، مسئله امنیت و ثبات مطرح است. آقای روحانی در مهر ماه گذشته نیز در نشست همگانی سازمان ملل گفته بود ایران در سوریه از حکومت اکثریت دفاع می کند و حاضر است به برقراری صلح در آن کشور کمک کند. اکنون نیز ایشان بدون آنکه مستقیما و
صراحتاً از شخص بشار اسد رئیس جمهوری سوریه نامی ببرد، میگوید تلاش های همه ما بایستی بر نابودی تروریسم در سوریه استوار باشد، بر این هدف که صلح و ثبات به این کشور بازگردد، که اشاره به جایگاه احتمالی بشار اسد در روند آینده قدرت نکرده است. رئیس جمهوری ایران افزود که در مورد آینده سوریه خود مردم آن تصمیم خواهند گرفت. این در حالی است که شرکت جمهوری اسلامی در دور آتی کنفرانس صلح سوریه در وین نیز همچنان در حاله ای از ابهام است. حسین امیر عبداللهیان که امروز در برخی از روزنامه ها نیز در صفحه یک جای داشت، از جمله روزنامه دسترسی رسالت که ایشان به بیروت پایتخت لبنان سفر کرده است، به شبکه تلویزیونی عرب زبان المیادین گفت که حضور ایران در نشست وین بستگی به پاسخهای آمریکا در خصوص تحرکاتی دارد که به زعم وی برخی از طرفهای شرکت کننده در این مذاکرات یک جانبه و بدون مشورت اتخاذ کردند. ادامه میدهم، ورق میزنم با برخی از یادداشت ها و چکیده سرمقاله روزنامه های امروز. این یک شایعه عادی نیست. عنوان یادداشت اصلی ستون اول دفتر روزنامه ایران ارگان دولت بود که نسبت به ساخت و انتشار و تولید شایعه از سوی لایه‌های رادیکال مخالف دولت در گستره وسیع ابراز نگرانی می‌کرد. محمد نوری نویسنده این یادداشت است. این یادداشت با اشاره به نقش شایعه در انحراف و تأثیرگذاری افکار عمومی، برخی از شایعات را دارای نقشی مخربتر دانست که به ذکر چند نمونه نیز اشاره کرد در روزهای اخیر. نویسنده روزنامه ایران از جمله نوشت که شایعه اول اندکی بعد از بازداشت 4 خبرنگار به فضای افکار عمومی پمپاژ شد و برخی از اعضای کلیدی دولت را حتی هدف قرار داد. طی این شایعه توپخانه رسانه‌ای تندروها مدعی شد که افراد مهمی از نزدیکان روحانی در معرض اتهام نفوذ و نیز در آستانه بازداشت قرار دارند. شایعه دوم که از لحاظ امنیتی و قضایی امری قابل پیگرد است، برنامه همکاری هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی را هدف قرار گرفت. متن شایعه این بود که با دستور دبیر شورای عالی امنیت ملی، ایران اولین فاز همکاری با آژانس انرژی اتمی در جمع‌آوری سانتریفیوژ ها را متوقف کرده است. شایعه‌ای که شمخانی و مسئولان ارشد هسته‌ای ایران بلافاصله آن را تکذیب کرده و نسبت به تکثیر و تداوم آن نیز هشدار دادند. اما سناریوی استفاده شبکه مخالفان دولت از سلاح شایعه بنابر نوشته روزنامه ایران به حوزه هسته‌ای و امنیتی محدود نمانده و این روزها به عرصه اقتصادی نیز کشیده شده است. به زمین روزنامه ایران کافی است که به صفحه اول و تیترهای روزنامه های اسم رسمدار جناح مخالف دولت نگاهی بیندازیم که قریب اتفاق آنها شایعات یا گمان زنی های سازمان یافته است که درباره سیاست های بانکی، پولی و یارانه‌ای دولت به اسم خبر به خورد افکار عمومی داده می شود. برق می زنم با سایر مطالب برگزیده در روزنامه های امشب. دو هاشمی دیگر عنوان اصلی روزنامه شرق بود که داستان دو هاشمی دیگر از خانواده رفسنجانی را ورق می زد و کنکاش می کرد. شرق روزنامه میان رویست که گاه سوی کارگزاران و هاشمیون و اعتدالیون می رود و هر از گاهی نیز در خفا و آشکار سوی و سوقی به سمت جبهه مشارکتی ها دارد که طیف پیشرو تحول خواهان ایرانی است. علی ای حال شرق در این گزارش مدعی شد که پای فرزندان هاشمی رفسنجانی یکی یکی به انتخابات باز می شود. اول محسن و حالا هم فاطمه و فائزه اعلام آمادگی کردند که برای انتخابات حضور پیدا کنند، اگرچه هیچ یک به طور رسمی نگفتند که نامزد خواهند شد، اما گفتند اگر قرار بر حضور باشد از تهران می آیند. با این حال محسن احتمال حضورش را به تصمیم جمعی اصلاح طلبان که برای انتخابات برنامه‌ریزی می کنند واگذار کرده است. فاطمه اولین و محسن دومین فرزند هاشمی رفسنجانی هستند که به نظر می رسد عزم جدی تری برای حضور در انتخابات مجلس دهم دارند. نام فاطمه هاشمی برای حضور در رقابت های سیاسی شاید برای اولین بار است که این طور و به صورت جدی مطرح می شود. اولین بار غلامعلی دهقان سخنگوی حزب
اعتدال و توسعه بود که نه تنها از حضور فاطمه هاشمی خبر داد، بلکه از سرنیستی او در صورت عدم حضور ناطق نوری نیز پرده های تازه‌ای کنار زده بود. فاطمه هاشمی هم از اعضا و هم از بنیانگذاران حزبی است که الان حسن روحانی به نمایندگی از آن در رأس دولت قرار گرفته است. اعتدال و توسعه در سال 78 و با حمایت معنوی و مستقیم آیت الله هاشمی رفسنجانی تأسیس شده است. واژه آیت الله برای آقای هاشمی رو روزنامه مورد نظر به کار گرفته بود. و اما به ز، همان بابک زنجانی که روزنامه های نزدیک به طیف تحول‌خواهان ایرانی از حراس محتسبان شهر از جمله محسنی اژه‌ای گویا که نکند ما چه روزنامه‌ای و جریده‌ای را گرفته و بدرد و چرا با آبروی این راهزن نفتی عهد احمدی نژاد بازی کرده‌اند، روزنامه‌شان را به محاق تعطیلی شاید بکشانند و از ترس این محتسبان همچنان بزه می نویسند بابک زنجانی رو، در حالی که در واقع داستان شعبده بازی های این هم دست محمود احمدی نژاد رو همه ایرانیان می دانند و تلویزیونی صحنه های دادگاهش را نشان می دهد، البته آنها هم با مخفف بزه. علی حال در این میان روزنامه شهروند در یک تحلیلی از گستاخی ها و رفتارهای عجیب و غریب این بسیجی اقتصادی برآمده از مکتب اقتصاد مقاومتی علی خامنه ای نوشت: بدهکار بزرگ نفتی تا کنون چندین بار قول واریز بدهی های نجومی و کلان خود را به ملت ایران داده، اما به قول خود عمل نکرده است. در ادامه نوشتار اشاره شده بود که در طول تاریخ چند هزار ساله ایران هیچ دولتی به اندازه دولت های نهم و دهم درآمد نداشته و حقیقت آن است که از آن درآمد های استثنایی جز اختلاس و دزدی و رشد منفی اقتصادی هیچ چیز به جا نمانده است. به اعتقاد نویسنده روزنامه شهروند، این ابر بدهکار نفتی نه ناشی است و نه ناآگاه، اما دلیل گستاخیش از آن است که به ارزش وجودی خود خوب آگاهی دارد، بازیگری را خوب بلد است و ماهرانه ایفای نقش می کند. اگر آقای بزه یا بابک زنجانی در دادگاه بلبل زبانی و شیرین دهانی می کند، برای آن است که در این نمایش نقش مست را به او دادند که در تاریکی آخر شب دیوارهای شهر را بیالاید. اگر مست های واقعی به دادگاه کشیده شوند، او فقط می تواند نقش دیوار را بازی کند. روزنامه اعتماد اما از بابک زنجانی به عنوان مرد هزار چهره نفتی یاد کرد و در اشاره ای به باز تکرار تاریخ در عرصه دادگاه های جهانی و تکنیک های دروغ های بزرگ ایشان را با دادگاه های نازی آلمان قیاس کرد و نوشت: بنابر مؤلفه ها و مسئله های تاریخی، دروغ هر قدر بزرگتر باشد باور آن برای توده های مردم راحت است. شاید کمتر کسی فکر میکرد که چون این تاکتیکی به این راحتی از آلمان نازی به دادگاهی در تهران برسد که متهمی برای چرخش پرونده به نفع خود از آن استفاده میکند. و بالاخره در وقت باقی مانده فتیله ماجرای طنزی که جمعی از ایرانیان آذری را آزرده کرد. همچنان برخی از روزنامه های کشور به تحلیل و واکاوی بروز چنین پدیده هایی میپردازند، از جمله روزنامه اطلاعات که روزنامه میان روی تحت امر نهاد رهبری ایران است، در نوشتاری با اشاره به ضرورت دقت لازم در تولید چنین برنامه هایی اشاره کرد که برنامه پخش شده برنامه خوبی نبود و نباید پخش می شد. گروه های از مردم آذربایجان و دانشگاهیان نیز در اعتراض به این برنامه تجمع کردند که اعتراض مسالمت‌آمیز و درخواست توضیح و پوزش و برخورد مناسب با عوامل مؤثر و مقصر حق طبیعی آنان بود. در عین حال به نظر نویسنده مقاله، آنچه مهم است و هموطنان آذری زبان هم به خوبی نسبت به آن وقوف کامل دارند، مقابله با هر جریان و حرکتی است که ممکن است یک اعتراض مدنی را با سوء استفاده های عوامل سودجو و بدتینت به مسیری نامطلوب سوق دهد. در ادامه این نوشتار روزنامه اطلاعات به یک نکته نسبتا نهانی نیز اشاره کرد و گفت که بد نیست نگاهی بیاندازیم به تظاهرات مشکوکی که در مقابل سفارت ایران در باکو مرکز جمهوری آذربایجان برگزار شد و نغمه های ناکوکی که عوامل و مهره های به زمین روزنامه اطلاعات پایین دستی به بهانه این ماجرا سر دادند.
وقت تمام شد و اما قبل از خداحافظی در برنامه امشب به استحضار همیهنان و بینندگان هماره همراه ایران فردا میرسانم که برنامه فردا شب، برنامه صفحه یک فردا شب جمعه 22 آبان ماه ویژه برنامه خواهد بود که به تحلیل و واکاوی بروز پدیده های اینچنینی خواهد پرداخت و مهمان ویژه برنامه من آقای پیمان عارف فعال سیاسی ایران است که از همیهنان آذری هستند و همینک نیز دانشجوی دکترای علوم سیاسی در دانشگاه آنکارا در ترکیه است که با نگاهی تحلیلی نقطه نظراتشان را با ما و شما در میان خواهند گذاشت. در همین مقال و مجال این جانب در این فرصت از محضرتان خداحافظی می کنم تا شامگاه آدینه فردا در ایران فردا بامداد روشن آسمان آبی بدرود.